با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارت اصل فهلوان هستم و دقایق با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار و امیدوارم که برنامه هایی که در ویکند گذشته در سر و سر دنیا داشتید به خوبی برگزار شده بود و بینندگان عزیز در سر, و سر دنیا در ویکندی که گذشت روز پادشاهان پهلوی رو برگزار کردند در آلمان به خیابان تظاهرات راهپیمایی را انداختن در جاهای دیگری هم به, هم به, همین صورت در لس آنجلس هم به همت آقای سرهنگ وزین زین برنامه ای رو تدارک دیده بودند برای پادشاهان پهلوی با تشکر از ایشون بینندگان عزیز دوست داشتم در این آبان آبان که چهارم آبانه هفتم آبانه و نهم آبانه این روزهایی که واقعا در تاریخ ایران ثبت شده و روزهای بسیار مهمی است رو در همین جا یادی از محمد رضا شاه فقید بکنم از کوروش بزرگ و شاهزاده رضا پهلوی به آلاش سری بزنیم و به منزل رضا شاه کبیر بریم با بچه های مازندران <applause> هایی که من در زندگی دوست دارم برم آلاشته در واقع پدر بزرگ من اونجا بوده و اونجا به دنیا نیمده ولی بزرگ شده اونجا هستن در زمان رضا شای کبیر پدر بزرگ من مربی از سواری محمد رضا شای فقید بودند و خب شناخته شده از خانواده پهلوان و پدر بزرگم سفتر پهلوان در صورت یکی از آرزوهام رفتن به آلاشت آلاشت و دیدن البته به طور کل مازندران و دوست داشتم در همینجا یک ویدیویی رو دیدم که دوست داشتم با شما هم این رو بگذارم که شما هم اون رو ببینید و باز هم آلاشت سلام خانوم. سلام عزیزم خوش اومدید قربونت مرسی خانم موزه کدوم طرفه ما موزه نداریم خونه علا داریم موزه کی, کی گفت خانم کی... آخه کی گفت موزه ما خونه علا حضرت این همه خدماتی که کرد رضا شاه این همه خدماتی که کرد شپش داشتم مردم شپش رو جمع کرد کثیفی جمع کرد میکروب رو جمع کرد مریضی جمع کرد رو جمع کرد حالا شد موزه خونه علا دمت گرم رضا شا روشا. مرسی روشا. بله دیدید جالب و دیدنی بود و یک ویدیو دیگه ای هم که دوست داشتم براتون بگذارم و من همیشه اینو بارها بارها در برنامه های متعددی گفتم که دوست داشتم که ما هم اون دوران به دنیا میمدیم بزرگ میشدیم زندگی رو دی... طور دیگری میدیدیم می و ایرانی آزاد رو می دیدیم. اینو من نمیگم یک ویدیوی رو دیدم که رفسنجانی هم البته بعدها دیدیم که فائزه رفسنجانی در مصاحبه هایی از زمان شاه میگه و از شرایطشون در زمان شاه فقید صحبت میکنه ولی چطور اول انقلاب باز هم اینا رو میدن و باور میکردم به این حکومتی که اصلا آمده که خرابی رو در مملکت به وجود بیاره نگاه کنید این ویدیو رو ما امروز میبینیم که ارزشها ها عوض شده در رژیم گذشته همه ی ها و توجه این بود که آدم خانه خوب داشته باشه ماشین خوب داشته باشه روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت راه میانداخت امروز برعکس شما میبینید که ارزشها ها در جامعه عوض شده دیگه امروز لباس و کشیده و برسیم به اینکه تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه بله دیدگاه دید شب و روز بود اصلا از زمین تا آسمان با هم فرق کرد یک مرد اول مملکت میخواست ایران آباد بشه مردمش زندگی خوبی داشته باشن ولی متاسفانه دیدیم که چه کردن و چه بلایی بر سر مردم نیاوردند گفتم بلا بگذارید یاد جوانی بکنم که به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد در سال 1401 نام او مرداد معینیفر بود مرداد معینیفر که امروز میبینید که این عکسش مال قبل از آبان 1401 مرداد موینیفر در آبان 1166 به دنیا آمد و در آبان 1398 توسط نیروهای سرگوگر جمهوری اسلامی به قدر رسید جرم او اعتراض به وضعیت نامناسب کشور بود او فقط 32 سال داشت لیسانس شیمی داشت و داروخانه در محله عبدآباد در شهریار کرج و مشغول کار بود، خانواده کوچکی داشت و جز او تنها یک دختر، یک فرزند خانواده بود، جوانی که سرشار از شور, زن، شور زندگی و به گفته که از بستگانش قرار بود در آذر 98 در مسابقات پرورش اندام در ترکیه شرکت کند، یادش را گرامی می دارم. دوست داشتم در این قسمت از برنامه، ویدیویی رو از مهرداد معینیفر با هم نگاه کنیم که بر مزار کوروش رفته بود در سال 1400 یک سال قبل از اینکه رژیم دشخیم جمهوری اسلامی جانش را بگیرد یادش گرامی باد نمی بله جوانی که سرشار از زندگی و زندگی بود و دوست داشت که کشورش آزاد بشه عاشق کوروش عاشق ایرانش بود به قول گفتنی مادرش وقتی که پیکر او رو میخواستن تحویل بگیرن انقدر جنازه زیاد بوده و که چه روزهای سختی رو گذرانده بودن مادرش میگوید مهداد عاشق ایران بود و جانش را برای ایران فدا کرد سری به زندان بزنیم و در زندان قزل حصار از آقای زرتشت احمدی راقب و رضا محمد حسینی که به مناسبت هفتم آبان روز کوروش بیانیه‌ای رو دادند و این چنین نوشتند امروز دوشنبه هفتم آبان 1403 در آسانه چهلومین, چهلومین هفته کارزار سشنبه های نبه اعدام هستیم که همراه با اعتصاب قضا خواهد بود اما این حرکت در حمایت از جان انسانها ما را به یاد انسانی بزرگ در تاریخ ایران و جهان می اندازد که نامش از دیرباز تا کنون با حقوق بشر گره خورده است و این نام همچنان لرزه بر اندام خودکامگان می اندازد آقای زرتوش احمدی، راقب رضا محمد حسینی در آخر میگویند ما ضمن گرامی داشت هفتم آبان خواهان رعایت حقوق بشر، صلح و دادگری در ایران و جهان هستیم. زندان قزل حصار درود به این عزیزان که همچنان در زندان هم بیانی می دن روز کوروش رو به دیگران تبریک میگن و این رو میگن باید گرامی بداریم هفتم آبان روز گرامی داشت کوروش بزرگ است بله در این قسمت از برنامه در روز جمعه گفتم تولد مرشاد شهیدی است و در همین ویکند بر مزار او رفتند هم تولدش در واقع و هم روزی که در به فاصله دو روز مرگش و زندگیش در یک ماه و به فاصله دو روزه مهشاد شهیدی دوستانش بر سر مزار او رفتند و کیکی رو برای بیست و, و دومین سال تولدش روشن کردند و یادش را گرامی دانستند و همچنین به منزل خانواده رفتن در کنار پدر و مادر مرشاد شهیدی دوستای و یارانش رفتند و شمع 22 سالگی را با هم فوت کردند. چطور ببخشیم و فراموش کنیم چطور ببخشیم کسانی که عامل کشتن جوانان ما در ایران بودند امروز دوستان و یاران مرشاد کادوی رو به پدر دادند فرزندش که باید امروز زندگی می کرد انسانی موفق ورزشکار و می بینیم که امروز دوستارانش مجسمه ای رو به او هدیه می دند. <applause> بله آبان است و آبان است و آبان مادران آبان 98 مادران آبان 88 مادران, مادران آبان 78 و مادران 1401 یاد همه عزیزانی که از دست دادن گرامی باد من در آخر برنامه بگذارید یاد مردی را بکنم که نام او جمشید شارمه هست یه تیک از برنامه او رو با هم نگاه کنیم خب شب بخیر همیانان گرامی درود بر همرزمان در اروپا درود بر همرزمان در آمریکای شمالی و به خصوص دختران و پسران مبارزین دلاوران در ایران در آریا بوم درود به شما میفرستم به شما پادشاهان ایران امروز هفته همه مهرمای 6376 شاهنشاهی است برابر با 8 اکتبر 2012 و دو روز تاخیر در خدمت شما هستیم با اندکی مطالب قابل گفتگو متاسفانه امروز او رو اعدام کردند جمشید شارمت متولد سوم فروردین 1334 و در آب هفتم آبان 1401 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی ادام شد او متولد تهران بود و تحصیلات خودش را در ایران و آلمان به اتمام رساند او در سال 1162 به همراه همسر و فرزند یک ساله خود به آلمان مهاجرت کرد و در سال 1168 در رشته مهندسی الکترونیک فارغ و تحصیل شد در مورد ایشون باید بگم که ایشون در یک سفری به دوبی او را دزدیدند و به ایران بردند و متاسفانه حکم هایی که برای ایشون صادر کرده بودن این بوده که در واقع به حکم توسط قاضی سلواتی این حکم برایشون برای صادر شد و او رو فل فلعرز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکومش کرده بودند. همچنین در مورد طراحی بمبگذاری و حسینی شیراز که البته بارها, بارها ایشون اعلام کردند که این کار نکردند ولی متاسفانه حکم رو صادر کردن امروز همچنین در مورد بمبگذاری های در شیراز و گلپایگان در قم هم همینطور بوده در آرامگاه خمینی هم انفجاری که صورت گرفته بود او رو مقصر دونستن و متاسفانه نتونستن خانواده که نگرانشون بودن و واقعا دخترشون بسیار فعالیت کرده بود در این زمینه البته حکمایی که براشون 23 تا حکم برایشون صادر کرده بودن تراحیه های متعدد و برنامه های متعددی که برای ایشون صادر کرده بودن و شما میبینید که هیچ کدوم از این, از این چیزهایی که میگن رو اعلام نکرده بودن و متاسفانه امروز او رو اعدام کردن نه به اعدام نه به جمهوری اسلامی با تشکر از سپیر عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید و این دقایق رو با من بودید تا برنامه دیگر ساعت دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپرم خدا, خدا نگهدار